آقا به چیز بین، سلام. آقا به چیز بین هستی یا نداری؟ هستی یا نیستی؟ آقا به چیز بین صدات رو ندارم، برای همین بذارم ات پایین. صدات نمیدونم چرا مشکل. اول آه برگشتی، بگو آرمین. بگو 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 بگو. سلام سلام. خب بگو آرمین جان، من یک سوال خب داشتم، میخواستم بگم که از اونجایی که دانشمندان نتونستن ثابت کنن که 100% ثابت کنن که خدایی وجود نداره، میخواستم بگم که اگر که مردیم و رفتیم دیدیم یک دنیای دیگه وجود داره و خدایی هم هست، موقع میخواستم ببینم نظر در این مورد چیه، موقع چی اتفاق بیفته، اینو یکم برام توضیح بده ببینم، یکم روشن‌تر بشم ببینم چی جوریه. من میرم پایین که صداتون چون قطع و وصل میشه از پایین از اونجا گوش بدم. ممنون. باش باش، مرسی آقا به تیزبین. این سوالا رو هزاران بار ازم پرسیدن. مسلمان هم اتفاقا یه حدیثی دارن فکر کنم از علی، که علی گفتش که خب اگه که ما بمیریم، البته اینم راسل زویجر هست فکر کنم، اینا دروغ کردنش حدیث علی، ولی به عبارت دیگه همه اینو میگم ببینی اگه ما بمیریم، مسلمان ها و مثلا دیندار ها میگن که اگه ما بمیریم و حق با شما بود و شما داشتین درست میگفتین و خدایی نبود، خب ما هیچ هزینه ای ندادیم. ولی اگه شما بمیرین و ما درست میگفتیم، خب شما هزینه تون بسیار زیاد خواهد بود و ما برای همین بهتره که اصلا ممکنه حتی اگر ممکن هم خدا باشه، خب بیایم باور کنیم که خدا هست و اینا. البته من این خیلی از منطقی مشکلات مختلفی داره، ولی من فقط جواب آقا به تیزبین رو بدم. اولا گفتش که دانشمندان نتونستن اثبات کنن که خدا وجود نداره. ببینید، خب دانشمندان نمیتونن بیان اثبات بکنن که چه میدونم یک مثلا که یه لاک پشت نامرئی روی کره مریخ وجود نداره. میدونی ازم چه؟ یعنی ما تمام ادعاهایی که میتونیم بکنیم که کسی نمیتونه بیاد اثبات بکنه که این واقعیت نداره. ببین، بار اثبات رو کسیه که داره ادعا میکنه. شما نمیتونین بیان یه ادعا بکنید و هیچ اثباتی براش نداشته باشین و انتظار داشته باشین که کسی که اون ادعا رو نکرده بیاد اثبات بکنه که شما اشتباه دارید میگید. خب من میتونم مثلا بگم که توی مثلا همون مثال کارل سیگن رو بزنم. من میتونم مثلا بزنم که تو گاراژ من یه اژدهای نامرئی وجود داره که به هیچ شکلی قابل تجربه نیست. یعنی هم نامرئیه، هم هیچ گرمایی نداره بدنش، هم رد پای نمیذاره، هم قابل حس نیست، به هیچ وجه ردیابی نمیتونه بشه و این اژدها توی گاراژ من وجود داره. خب داره زندگی میکنه. بعد مثلا یه کسی بیاد به من بگه خب اثبات بکن که آقا به تیزبین من، میگم آقا به تیزبین که الان اومد صحبت کرد، بیاد بگه که اثبات بکن که اژدهای تو وجود داره. من بهش بگم خب تو بیا اثبات کن وجود نداره. یعنی بیاد به من بگه که من دارم میگم اژدها وجود داره، من دارم ادعا میکنم که اژدها وجود داره. بعد اگه یه کسی از من بخواد بیاد بپرسه که خب اثبات کن که وجود داره، به جای که من بیام اثبات کنم، اون به من بگه که تو بیا اثبات کن که وجود نداره. خب من بهش بگم که بیا اثبات کن که وجود نداره، کسی نمیتونه این کارو بکنه. خب چون من این اژدها رو توی گاراژم یه جوری تعریف کردم که امکان این که کسی بتونه بیاد اثبات کنه وجود نداره امکانش نیست. خب یعنی هر موقع تو بیای و بی نهایت ادعاها وجود داره که من بیام بتونم بکنم که هیچ کسی نمیتونه اثبات بکنه که این وجود نداره. خب من میتونم بیام ادعا بکنم که سانتا کلاس وجود داره،
و بگن خب کو سانتا کلاس، من میگم سانتا کلاس یه جادویی داره که میتونی استفاده بکنی که هیچکس نمیبینتش. خب من میتونم بگم یه دنیای تخیلی وجود داره که توش فرشته وجود داره مثلا، یا اینکه چه میدونم پیتر پن توش وجود داره و این یه دنیای دیگه ایه که ما هیچ دسترسی بهش نداریم، برای هیچ کسی نمیتونه اینو ببینه. من مثال برای این زیاد وجود داره، مثلا راسلز تی پات میگن که برنارد راسل HMT من میبینم منتظری الان میارمت بالا. برنارد راسل یه مثال زد گفتش که فرض کنین که یه قوری داره دور خورشید بین مدار کره زمین و مریخ دور خورشید داره میگرده، و چون یه قوری توی فضا انقدر کوچیکه که هیچ تلسکوپی نمیتونه اینو ببینه، من اگه به ادعا کنم که این قوری توی فضا وجود داره، شما بگین که خب اثبات کن که وجود داره، من نمیتونم بیام بگم که نه شما اثبات کن که وجود نداره، چون کسی نمیتونه اثبات بکنه که وجود نداره، ولی کسی که داره ادعا میکنه باید اثبات کنه که این وجود داره، نه کسی که باور نکره. خب و چون تعداد ادعاهایی که وجود داره که ما میتونیم بکنیم که کسی نمیتونه اثبات بکنه که غلطه، چون تعداد این ادعاها بی‌نهایته، ما هر کدوم از این ادعاها رو اگه اثباتی براش وجود نداره رو باید به اندازه هم برای جدی بگیری. خب یعنی شما اگه بیاین ادعا بکنین که خدا وجود داره، من میگم خب اثبات کن، من و اثبات نتونی بکنی و هیچ سندی هم براش نداره، بعد بیا بگی خب شما نتونستین اثبات بکنین که خدای من وجود نداره. البته من یه چیزی بگم، خدای مسیحیت و اسلام و اینا تقریبا به طور منطقی اینقدر با خودشون نقض دارن که اونا رو ما میتونیم به طور قطعی بگیم وجود ندارن، ولی یه خدای دیگر رو بگیم که مثلا خدای دیستا که یه جوری تعریفش بکنن که اصلا قابلیت اثبات نقضش نداشته باشیم، خب این خدا رو کسی نمیتونه اثبات بکنه که وجود نداره. ولی چون ما نمیتونیم اثبات بکنیم که نمیتونیم اثبات بکنیم که وجود داره، نمیتونیم اثبات بکنیم وجود نداره، چقدر باید جدیش بگیریم؟ به همون اندازه باید جدیش بگیریم که اژدهایی تو گاراژ من رو داریم جدی میگیریم. خب یعنی اژدهایی تو گاراژ من نمیتونیم اثبات بکنیم که وجود داره، نمیتونیم اثبات بکنیم که وجود نداره، ولی چون تعداد این ادعاها بی‌نهایته، احتمال وجود هر کدومشون یک روی بی‌نهایته، یک روی بی‌نهایت هم تقریبا همون صفره، یعنی با صفر هیچ فرق جدی نداره. خب و خب مثلا یه کسی میگه خب حالا اگه این خدای باشه ما چیکار کنیم؟ اگه این خدای باشه ما ببینیم دیدیم که این خدای بود، منم میتونم درباره اجدای من خودم هم همین حرف بزنم، من بهش میگم ببین این اجداهای من وجود داره، تو نمیتونی اثبات بکنی که وجود نداره، و این یه روز یه شب میاد همه شما رو میخوره، این ادعای منه، تو میتونی اثبات بکنی که این درست نیست؟ نمیتونی، نمیتونی اثبات بکنی که این ادعای من. هیچ اثبات کن چجوری میخوای اثبات کنی؟ تو میگی من رفتم نگاه کردم نبود، خب نامریه، من میگم دست دادم به هیچ چیزی همه جا نبود، خب میگم من میگم غیر قابل، اجداهای من غیر قابل لمسه، من میگم خب چیکار کنیم؟ من میگم هممون بعد از خونه پاشیم بریم، باید بریم بگیم من مرض دارم، من اژدهای، تو میگی اژدها تو گاراژ من وجود داره، باید پاشیم بریم، من میگم بله هست، من میگم خب، من میگم که تو اثبات کن که هست، من میگم تو اثبات کن که نیست، چون نمیتونی اثبات بکنی که نیست، باید هر اینو جدی بگیریم، نمیشه که جدی بگیریم. من به شما بگم که آقا جان سیر رو برداریم بذارین همه جای خونتون، همیشه با خودتون سیر داشته باشین، چون این ومپایرا دراکولا از بوی سیر بدش میاد، و شما سیر با خودتون بزنید همیشه بوی به خودتون بمالید که مطمئن بشه که همیشه بوی سیر میدید، چون ومپایر، من ادعا کنم که ومپایرا وجود داره و ومپایر از بوی سیر بدش میاد، و شما اگه این کار نکنین یه روز میاد خون شما رو میخوره. خب شما میتونین اثبات بکنین که ومپایرا وجود نداره؟ من دارم ادعا میکنم که این هست، اثباتی هم براش ندارم. آیا حرف من جدی میگیرین اگه بگم که خب شما چون نمیتونین اثبات بکنین که نیست پس باید این کار انجام بدین؟ خب ببین بی نهایت تا ادعا وجود داره. خب شما اگه میخواین نگران این باشین که اگه بمیرین خدا هست، خب چرا فقط نگران این هستین؟ خب باید نگران بی نهایت تا ادعای دیگه هم باشین. شاید ما مردیم بعد بیدار شدیم دیدیم که تو ماتریکس بودیم، شما میتونید اثبات بکنه که ما تو ماتریکس نیستیم؟ نمیتونید. هیچ کسی نمیتونه اثبات بکنه که ما الان تو ماتریکس نیستیم. خب اگه تو ماتریکس بودی، مگه وقتی که مردی بیدار شدی تو ماتریکس بودی؟ حالا چیکار کنیم؟ جواب سوال این که مگه ما مردیم یه دفعه دیدیم خدا بود روز قیامت شده پس چیکار کنیم؟
همین سوال رو درباره بی‌نهایت ادعای دیگه هم میتونیم بکنیم که هیچ کدومش نه قابل اثباته نه عکسش قابل اثباته. پس اگه میخواین نگران وجود خدا باشین، باید نگران بی‌نهایت ادعای دیگه هم باشین که غیر قابل، نه غیر قابل اثباته نه عکسش قابل اثباته.